سلام به شما بینندگان تلویزیون برابری، علی دماوندی هستم و برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنم. برنامه امروز شامل سه قسمت هست. در آغاز این برنامه گفتگویی دارم با ایوب رحمانی درباره مرگ ناگهانی باکرو، یکی از رهبران ارزشمند جنبش کارگری بریتانیا و یکی از یاران وفادار و حامیان جنبش کارگری ایران و جنبش کارگری بین‌المللی. دوم گفتگویی دارم با اردشیر مهرداد درباره مذاکرات گروه 5+1 با رژیم اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی و خارجی در ایران، تأثیراتش بر توسعه و بیکاری در این کشور. در پایان گفتگوی همکارم هست بیژن سعیدپور با حسن حسام که قسمت دوم و آخر گفتگویی است که درباره اپوزیسیون چپ ایران در هفته پیش انجام شد. باکرو یکی از چهره‌های برجسته جنبش کارگری انگلستان بود. ایشون دبیر کل اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بود. از سال 2002 در واقع به این سمت انتخاب شده بود باکر، ولی مسئله فقط این نبود که با به عنوان دبیر کل یک اتحادیه مطرح باشه. به راستی باید بگم که باب صدای رسای رادیکالیست در جنبش کارگری انگلستان بود و چهره بسیار محبوبی بود، نه فقط در میان کارگران اتحادیه قطار کشتیرانی و حمل و نقل، بلکه چهره محبوبی بود در بین جنبش کارگری انگلستان و در بین کارگران. انسان بود بسیار با شهامت و بسیار با صراحت بیان نظرش رو مطرح میکرد، به خصوص در این دوره‌ای که به هر حال هر گونه اندیشه برابرخواهی و هر گونه اندیشه سوسیالیستی به عنوان اندیشه منسوخ شده از طرف این رسانه‌های گروهی و مدیا مطرح میشه و دورانش سپری شده اعلام میشه. باکرو کسی بود که خودش رو علناً میگه من سوسیالیستم و برای برابرخواهی و برای تغییر دنیای حاضر جامعه سرمایه‌داری در انگلستان دارم مبارزه میکنم و اینو به صراحت بیان میکرد و این صراحت بیانش در واقع یکی از ویژگی های شخصیت باکر رو تشکیل میداد. ایشون همونجوری که عرض کردم چهره محبوبی بود و علاوه بر مسائل کارگری در عرصه های بسیاری فعال بود، یعنی به واقع میتونم بگم یک انترناسیونالیست بود، به این دلیل که مسائلش فقط معطوف به کارگران قطار و کشتیرانی هم رو نقل نبود، مسئله جنبش کارگری رو میدید. به عنوان یه انترناسیونالیست از جنبش کارگری در سطح بین‌المللی حمایت میکرد. او عضو کمپین‌های مختلفی بود، از کمپین دفاع از فلسطین گرفته تا کمپین دفاع از کارگران ایران گرفته تا کمپین‌های مختلف. من فقط یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم که مربوط میشه به مسئله کارگری و جنبش کارگری در ایران. اتحادیه حمل و نقل از جمله اتحادیه‌هایی بود که از همون اول همکاری میکرد با اتحاد بین‌المللی و همکاری کرد در رابطه با اون کمپینی که اعلام شد از طرف اتحادیه‌های جهانی به عنوان کمپین روز حمایت از جنبش کارگری در ایران، اگر یادتون باشه در سال 2005-2006 بود و این اتحادیه نقش بسیار موثری داشت در اون حرکت، با اینکه اتحادیه کوچیکی است ولی نقش بسیار موثری داشتن در اون حرکت. من یادم سال 2005 اواخر 2005 وقتی که مسئله سندیکای کارگران ایران مطرح بود و دست به اعتصاب زده بودن، در همون یک روزی که به سال یک روز اعلام همبستگی که اعلام کرده بودن اتحادیه کارگری، باکرو شخصا در اون تظاهرات شرکت کرد در جلوی سفارت جمهوری ایران پرانی کرد و سخنران بسیار با حرارت و پرشوری بود، یعنی هر جا که سخنرانی میکرد اولا دست به نقطه اصلی میذاشت و با شور و حرارت صحبت میکرد و خیلی زود از میان ما رفت. باکرو فقط 52 سالش بود و از سال 2002 به سمت دبیر کلی انتخاب شده بود و نقش بسیار موثری در
خود اتحادیه کارگران قطار داشت، متاسفانه خیلی خیلی زود از میان اومدن. میدونید ایشون در 16 سالگی به عنوان کارآموز وارد مثلا خدمات سرویس قطار شد و از اونجا نماینده مثلا بخش اتحادیه کارگری قطار شد. بعد از همونجا ارتقا پیدا کرد به خاطر نقشی که داشت و به خاطر فعالیتی که داشت ارتقا پیدا کرد و در سال 2002 هم که خدمتتون گفتم به دبیر کلی اتحادیه آرمتی یا همون کارگران قطار و کشتیرانی هم رو نقل انتخاب شد و از اون تاریخ به بعد با رأی اعضا در همون سمت موند. من یه نکته رو باید اینجا اشاره بکنم، در این بیش از 3 دهه‌ای که حمله گسترده‌ای تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی نیولیبرال صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف، هم دولت حزب کارگر هم دولت محافظه‌کار، که بسیاری از دستاوردهای کارگری رو پس گرفتن و به ویژه بعد از اون اعتصاب بزرگ و یک ساله کارگران معدن که متاسفانه به شکست انجامید، جنبش اتحادیه‌ای مثلا اتحادیه کارگری عملا ضربه بسیار بسیار سختی رو متحمل شدن. یکی از دلایلش علاوه بر اون شکست، علاوه بر حمله گسترده مثلا سرمایه داران به جنبش کارگری، این مماشات طلبی و تسلیم طلبی بسیاری از سران اتحادیه کارگری بوده که حاضر نشد در مقابل این حمله گسترده بورژوازی وایستن و اعضای خودشون رو بسیج کنن و همین تسلیم طلبی باعث شد که اصلا جنبش اتحادیه‌ای یا مثلا اتحادیه کارگری بسیاری از اعضای خودشون از دست دادن. یعنی مثلا از اگر اشتباه نکنم از 13 میلیون که در سال 1979 مثلا عضویت کارگران عضو اتحادیه بودن و اکنون به 7 یا کمتر از 7 میلیون رسیده. و یکی از دلایلش همین مماشات طلبی و تسلیم طلبی رهبران بوروکرات اتحادیه کارگری بوده. با هم که رو برعکس، یعنی شما اگر به اتحادیه قطار کشتیرانی نگاه کنید، از سال 2002 که ایشون مثلا دبیر کل این اتحادیه شد، تعداد کارگرانی که 67,000 نفر بودن اکنون به 80,000 نفر رسیدن و در اعتصابات مختلفی که اینا داشتن و وایستادن در مقابل سرمایه‌دار مثلا حمله سرمایه‌داری انگلستان و دولت‌های لیبر یا دولت‌های حزب کارگر یا محافظه‌کار، تونستن دستاورد بسیاری را بسیار مهمی را به صورت کسب کنن. یعنی هم شرایط کار در اتحادیه به صورت قطار و کشتیرانی، شرایط کار کارگران بهتره، دستمزدهای بالاتری دارن، امنیت شغلی بهتری دارن و روحیه مبارزه جویی در بین این کارگرها هست و اینا خب بخشش برمیگرده به این اتحاد و همبستگی خود کارگران این اتحادیه و بخشش برمیگرده به رهبری که مبارزه جوی، رهبری که تعهد داره به مسائل کارگران، رهبری که عقب نشینی نمیکنه در مقابل حملاتی که میشه به دستاوردهای بسیار کارگران و نیست و با کرو بسیار نقشه ارزنده ای داشت. با رفتن با کرو به نظر من یکی از رهبران صدیق و چهره سرشناسی از جنبش کارگری انگلستان کم شد. اینو اضافه کنم که در 10 سال گذشته در واقع با کرو چهره شاخص جنبش کارگری بود. یعنی میدیدیش که در همه جا بسیار دخالت میکرد، فعالیت داشت در مطبوعات، در رسانه ها، در خود بسیار جنبش کارگری. من با اطمینان میتونم بگم که بسیاری از سیاستمداران و طرفداران بازار آزاد افسار گسیخته و کارفرمایان و سرمایه داران شک ندارم که از شنیدن خبر بابکرو نفس راحتی کشیدن، چون واقعا بابکرو چهره‌ای بود که ایستاده بود در مقابل اینا و سازماندهی میکرد، مبارزه میکرد. با رفتن بابکرو همجوری که خدمت عرض کردم یکی از رهبران متحد جنبش کارگری را از دست داده. با سپاس از تو رفیق ایوب رحمانی عزیز، الان شما رو دعوت میکنم به گفتگوی من با رفیق اردشیر مهرداد. اما در اینجا یه سوال جدی وجود داره، آیا بدون سرمایه گذاری خارجی کشور میتونه بر مشکلات اقتصادی خودش غلبه کنه؟ ببینید، درسته که سرمایه خارجی تولید اشتغال میکنه، اما این هم یه واقعیت نیست که نباید فراموش کرد سرمایه کورپوراسیونی جز توی رشته های معدودی علاقه به فعالیت و سرمایه‌گذاری توی کشوری مثل ایران نداره.
تو رأس این رشته ها سرمایه گذاری که به حوزه های نفت و گاز روشن‌تر گفته باشم، به رشته هایی که سرمایه بر هست و کاربر نیست، اساسشون طبیعتشون. سرمایه گذاری تو رشته هایی متکی بر تکنولوژی پیشرفته، منابع سود انحصاری، رانت های بسیار تفاضلی تکنولوژیک، این نوع سرمایه است. این نوع سرمایه رو نمیشه به عنوان سرمایه که حجم سرمایه تناسبی داشته باشه با میزان اشتغالی که وجود میاره. حجم سرمایه میتونه بسیار بزرگ باشه ولی میزان اشتغالی که وجود میاره پایین و به اصطلاح کم باشه. اما نکته دیگر اینجا وجود داره که اهمیتش کمتر نیست، این است که وقتی که سرمایه کورپوراسیونی به شکل گسترده و فراگیری وارد کشوری میشه، به خصوص اگر در این کشور شرایطی که سرمایه بسا کورپوراسیونی مایل هست فراهم شده باشه، مثلا سیاست های آزادسازی، خصوص سازی، کالای سازی، در اون صورت این سرمایه به صورت یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارتش ذخیره کار عمل میکنه و از قضای بزرگا به بیکاری دامن میزنه. به این شکل ساختارهای کل کشور رو در هم میریزه و به شدت میکوبه و بر پایه سلطه انحصارات و منافع اونها دوباره سازی میکنه. این تجدید ساختار نخستین پیامدش و شکستی که این میلیون ها تولید کننده کوچک و بزرگه و همراه با اون خیلی عظیم بیکار شدگی. سرمایه کورپوراسیونی هر جا که وارد شده به فرایند انباشت اولیه و پروتئیزه کردن تولید کننده مستقل شتاب بخشیده، هر جا وارد شده بیکاری دامن زده، هر جا وارد شده محرومیت و فقر رو گسترش داده، رکورد های بی سابقه از نابرابری به وجود بوده، به جا گذاشته، نابودی محیط زیست رو یه سطح فاجعه آمیز رسونده. ما احتیاج نیستش که خیلی بگردیم، همین دوروبرمون نگاه کنیم، مشت نمونه خروار فروار هست، چین، هند، ترکیه، برزیل، شیلی، آرژانتین، آفریقای جنوبی، اینها همه نمونه هایی هستن که در بهترین حاله با حکومت هایی که مطلقا قابل مقایسه با حکومتی به شدت فاسد تو ایران نیستن، نتایجی که من اشاره کردم تقریبا در تمام این کشورها به بار آمده. پس با این اوصاف میشه گفت که هم سرمایه گذاری امپریالیستی یا انحصاری در واقع هم بیکاری رو کاهش نمیده و هم از شدت فقر و محرومیت نخواهد کاست. با این اوصاف آیا یه چیزی خوشحالی برای مردم واقعا میمونه دلیلی؟ ببینید اینجا واقعیتی که شمار زیادی از مردم از اینکه دوران هستی از شدتش کم شده خوشحالم. من قبلا هم اشاره کردم به حق هم دارن که خوشحال باشه، به خصوص از این جهت که نگرانی از وخامت بیشتر بحران و انفجاری شدن بحران رو کم میکنه در اونها که مثلا وارد اینکه بحران وارد فاز نظامی بشه و به یک درگیری نظامی منتهی بشه. خب مردم که 8 سال تجربه جنگ رو دارن به شدت نگران میکنن. خب این کاملا قابل فهمه که به هر نحوی با هر خسارتی حل و فصل بشه مردم احساس میکنن که بالاخره جلوی ضرر یه جوری ضرر بیشتر داره گرفته میشه. این اما انگیزه یه خوشحالی لزومن تو همه مردم یکسان نیست. بخشی از مردم ببینید خواه شدن حکومت رو که این مذاکرات و این عقب نشینی ها مثل ماجرای عقب نشینی تو جنگ 8 ساله است و این خواه شدن حکومت، ذلیل شدن حکومت، اون رو خوشحال میکنه.
خوشحالشون میکنه که دکان بسیار تبلیغاتیشون به اول که این زمینه تخته میشه، خوشحالشون میکنه که حکومتی که برای یه فرض کن یک چند فرستادن چند تا عکس به یک فرض کن این رادیو بی بی سی یک عالم آدم رو دستگیر میکنه به عنوان اینکه شما با بیگانگان با دشمنان در ارتباطی، خود حکومت یک سال تمام تو یمن میره میشینه مذاکره میکنه و دار نداری ملتی رو به حراج میذاره و اسم اون رو ملی گرایی میذاره. خب اینها ملت خوشحال میکنه، یعنی مردم رو میتونه بخشی از مردم رو خوشحال بکنه که اینطور زمینگیر شده، اینطور عاجز شده و اینطور تمام رشته هاش پنبه میشه. بعد برخی هم این توهم رو دارن که یا مثلا فقر و فلاکتی که با اون دچارن مورد محاصره اقتصادی و تحریمه، اگه این تحریم ها برداشته بشه مشکلات اونا هم بدطرف خواهد شد. خب اشتباه میکنن اینا رو، درسته که ممکنه محاصره اقتصادی و تحریم به درجاتی شدت داده باشه بعضی از این به اصطلاح این پدیده ها رو، اما لزومن به کار افتادن دوباره سرمایه خارجی زمینه برای هیچیک از این آرزوهاشون فراهم نمی کنه. در رابطه با اشتغال که من اشاره کردم که چه وضعیست، در رابطه با فقر و محرومیت و نابرابری هم باید گفته بشه که این که امروز آغاز نشده که و با تحریم شروع نشده که، از دوره سازندگی 8 ساله سازندگی بریم تا 8 ساله دوره اصلاحات بریم تا دوره به اصطلاح اون پوپولیسم آقای احمد نژاد که 8 سال دیگه بود بریم، نگاه میکنید 24 سال، در تمام این 24 سال یک شیب تندی، یک سیر تندی رو به پایین است که بخش بزرگی از مردم فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر شدن و به طور همزمان شکاف طبقاتی بالا رفته، داراها داراتر، فقیرها فقیرتر شدن. در تمام این دوره که تحریم داشته، تازه یه مقدار محدودیت های امریکا داشت، اینها دور می زدن محرومیت ها رو، این محدودیت ها رو. حالا که خب مورد کافیه به مورد ترکیش یه نگاهی بندازیم میبینیم که چطور واسطه هایی تو کشورهای مختلف دیگه حکومت پیدا کرده بوده، مالزی بوده، دبی بوده، ده های کشور دیگه که از طریق اونها اون چی که نیاز داشته از بازار جهانی تأمین میکرده و به عبارت دیگه در این دوره که فقر افزایش پیدا کرده، نابرابری افزایش پیدا کرده، مزمن همواره اون چیزی که حاکم بوده تحریم نبوده و به این اعتبار هم نمیشه تصور کرد که وقتی تحریم برداشته بشه سیر افزایش فقر، گسترش به اصطلاح فلاکت و عمق پیدا کردن نابرابری متوقف بشه. من نسبت به این هم این خوشبینی رو ندارم و متاسفانه با مردم نمیتونم هم نظر باشم. من به عنوان هم آخرین سوال و شاید آغازی بر بحث دور دیگری میخوام ببینم راه حل چیه با توجه به اینکه خامنه ای الان مسئله اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه، از اون ور مسئله سبد کالاهای اساسی هست، بعد و کاهش هزینه ها و خدمات های معین. شما راه حل رو واقعا چی میبینید برای این بحران؟ متاسفانه یه فرمول طلایی وجود نداره. تا زمانی که سلسله مراتب و نظام قدرت جهانی به شکل کنونیش هست، راه حل تا حد زیادی متأثر میشه از شرایط موجود تو هر کشور معین. ابتدا این پرسش مطرحه که در هر کشور معینی ظرفیت ها و امکانات واقعی کدوم ها هستن، منابع و ذخایر طبیعیشون چه هست، توان علمی و فرهنگی و هنریشون در چه سطحی است و نیروی کار چه
از چه کیفیت و کمیتی این برخورد داره به نظر اینها. این یک سطح. سطح بحث دیگه، نکته دیگه و شرط دیگه این است که جایگاه کشور تو جغرافیای سیاسی جهان چیه، کجاست، به اصطلاح درجه حساسیت تو در اون و فعل انفعالات قدرت تو سطح جهانی چگونه است. خب این یک تیغ دو دمه، هم میتونه به سود یک کشوری باشه و هم میتونه به زیانش باشه. باید شرایط مشخصی که اون کشور و اون جمع آمد کل عوامل رو دید تا بشه نظر داد. اما مهمتر از همه اینها به نظرم ماهیت قدرت سیاسی حاکمه، این که پایه‌های اون روی چه چیزی به اصطلاح قرار گرفته، آپارات‌های نظامی و امنیتی یا حمایت مردمی. تجربه های معاصر جایی برای جدل کردن نگذاشته. تو جوامع کمتر رشد یافته سرمایه‌داری کم نبودن رژیم های مستبد نظامی امنیتی که برای دهه‌ها در برابر فشار و مبارزه جامعه خودیشون مقاومت کردن، اما تو مقابله و رویارویی با قدرت های مسلط جهانی و سرمایه‌داری های پیشرفته اگر تسلیم نشدن در همچی دسته شده، یوگسلاوی، عراق، افغانستان، لیبی و نمونه های اخیر هستن. هزینه های سنگین نظامی تو طول سالهای دراز تا وقتی کارایی داشته که باید درجه نسبی نسبتاً بالایی از حمایت مردمی همراه بوده، وقتی که حکومت ها، رژیم ها این حمایت از دست دادن، فشار خارجی خیلی زودتر از اون که تصور می شده اونا را از پادر برده. جز این بود رهبران جمهوری اسلامی هرگز تن به تصمیم چون این خفت بار به نظر من نمی دادن. اما این شرط ها اگه لازم باشه، شرط کافی چیز دیگر نیست. شرط کافی سیستم اجتماعی نمیشه بدون سطحی از اجتماعی کردن تولید و مصرف در یک جامعه، نمیشه بدون برقراری یک دموکراسی متکی بر مشارکت و کنترل از پایین، نمیشه بدون پر کردن تدریجی شکاف میان قدرت حاکمه سیاسی به جامعه از یه حاکمیتی صحبت کرد که حمایت ریشه‌ای و ساختاری جامعه خودشو داراست. از حکومتی صحبت کرد که در برابر مداخله جویی قدرت های حاکم جهانی در مقابل گرایش سلطه‌گری اونها بتونه برای دراز مدت پایداری کنه، بتونه با دنیای پیرامونش یه رابطه برابر و متقابل برقرار کنه، نه تسلیم وابستگی بشه، نه لزوماً محاصره در بیاد و دچار انزوا بشه. بدونه یک سیستم اجتماعی که اجتماع کردن تولید و مصرف، دموکراسی مشارکتی و پر شدن تدریجی شکاف میان قدرت حاکمه سیاسی و جامعه رو برقرار بکنه، نمیشود از حکومتی نام برد که بتواند بیسته با اون پروژه رو و به عنوان راه حل برای توسعه و رشد و بهروزی و آینده بهتر کشوری صحبت کرد. با عنوان خطوط کلی اجازه من بیش از اینها فکر نمی کنم بشه صحبت کرد. با همینا ممنون از شما که
این گفتگو رو کردید. امیدوارم بتونیم در مورد برنامه‌های آینده‌ام، خصوصا در ارتباط با همین مسئله اقتصاد مقاومتی، مسئله یارانه‌ها و سبد کالاهای اساسی، بتونیم باز گفتگوی رو در هفته آینده انجام بدیم. من از شما سپاسگزارم. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و به امیدی که هر کجا هستی سالمون موفق و پیروز باشید، من بیژن سعیدپور ادامه میدم این بخش از برنامه رو با صحبت با رفیق حسن حسام در مورد اپوزیسیون چپ جمهوری اسلامی ایران. اما که میدانید رفیق حسن در بخش قبلی برنامه ما راجع به اپوزیسیون و طیف‌های مختلف صحبت کردن که باقی مانده بود بخش چپ اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که در این بخش از برنامه ما می‌پردازیم. با سلام و تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید رفیق حسن. می‌رسیم به بخش دوم برنامه در مورد اپوزیسیون چپ. همونجور که میدونید چپ ایران سابقه طولانی داشت، ولی بعد از انقلاب، بعد از مقطع تسخیر سفارت و کنده شدن بخشی از چپ ایران از موضع اپوزیسیون به پوزیسیون، به خاطر اینکه در تحلیل آنها جمهوری اسلامی رژیم زده امپریالیست بود، در واقع دموکراسی و انقلاب را قربانی کردن زیر پای جمهوری اسلامی ایران و این و ولی بخش دیگری از چپ و تا به امروز در تلاش برای سازماندهی طبقه کارگر و زحمتکشان برای دست یافتن به آزادی و عدالت اجتماعی. خب حالا می‌خواستیم نظر شما و آنالیز شما در مورد این دو طیف از اپوزیسیون هم در این بخش از برنامه برای بینندگان مطرح بدید. مجددا سلام. در واقع ادامه بحث ماست به خاطر زیر وقتی که رفقای تلویزیون برابری دارن نیم ساعت بیشتر اجازه صحبت نمیدن، این از که قطع میشه صحبت. این وقایعی که شما گفتید از مثلا مقطع سفارت و این داستان ضد امپریالیستی، آره یک دوره تاریخی بود که اینو میشه به خاطره گفت به جای تحلیل، که در واقع بخشی از چپ تحت تاثیر حزب توده ایران که اون هم به عنوان سیاست خارجی دیپلماسی اتحاد شوروی سابق حرف میزد و اون هم در چارچوب تحلیل اولیانوفسکی کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی رو از نوع ایران عراق، کشورهای میزد که ندارن میتونن ظرفیت دارن که سرمایه‌داری رو دور بزنن، بنابراین در این رژیم خورده بورژوازی رادیکالی میدید که عملا ضد امپریالیسته و بر بستن و بالاخر نمیخوام وقت بگیرم. این فکر رو حزب توده به میان چپ ایران آورد و بزرگترین نیروی توده‌ای واقعی ایران رو پایش رو کند. بخشی از رهبریش تا حد دنبال روی مطلق حزب توده و همکاران جمهوری اسلامی تبدیل شدن. بنابراین یعنی چه؟ یعنی این که در اون سالهای 58 یه عده‌ای به نام مبارزه علیه امپریالیسم آزادی را زیر پای به اصطلاح امام ضد امپریالیستی ذبح شرعی کردند، در حالی که امام ضد امپریالیست بود، امام ضد آمریکایی بود، الان هم خامنه‌ای که آمریکایی میتونه باشه، به هیچ وجه ضدیتشون با امپریالیسم به عنوان یک نیروی متجاوز سرمایه‌داری و اقتصادی به هیچ وجه نبوده نه هست. اینا ضد مدرن بودن، نیروی مرتجع بودن، نیروی پیش از قانون بودن و بنابراین خواهان بازگرداندن جامعه به دوره پیش از قانون هستند. بنابراین هیچ ربطی اصلا به مبارزه ضد امپریالیسم نداشت. اما این آدم ها، این ها، این دو حکومت به عنوان ضد امپریالیسم جا زده شد. حالا یک دوره ما نیفتیم بغلطیم که بگیم نان، چون موضوع اصلی جامعه ما نانه، نان و آزادی است. شما در همین یک سالی گذشته این فرصتی وجود اومد و جنبش های اجتماعی به ویژه طبقه کارگر مطالباتش رو به میدان آورده، میبینید که موضوع اصل فقره، سفره های خالی است، گرسنگی است، بیکاری است. و از اون سو همین اعلامیه درخشان ستایش انگیز کانون نویسندگان ایران رو میبینید که میگه کی پوست باید بیندازه، کانون بیندازه یا هیئت حاکمه که تمام این سال طول حکومتش کشتار کرده، سرکوب کرده، سانتور کرده. اگر کسی قرار پوست بندازه، اگر شما مدعیید باید پوست بندازید. یعنی هم جنبش روشن فکری و هم جنبش طبقاتی در دو چیز به هم دیگر گره خوردند و اون آزادی نانه، نان به معنای یک
رفیقی نظرش این است که وقتی شما میگید نان، از نان سوسیالیسم بر نمیاد. ما از نان رو به عنوان اون حدی از برابری اقتصادی و اجتماعی میدیم که فرصت های برابر برای همه ایجاد میکنه. بنابراین پیوند نان و آزادی موضوع اصلی و پروبلماتیک جامعه بزرگ 70 میلیونی ایرانه. این دوتا را اگر گره نزنیم بازی نباختیم. خب بنابراین نباید از حول حلیم حالا این ور تو دیگ بیافتیم. ما با اگر یک روز زیر مبارزه ضد به اصطلاح ضد امپریسی تو گیومه آزادی رو قربانی میکردیم، حالا زیر پای پر کردن سفره ها آزادی رو قربانی کنیم. نه، اینا هر دو با هم دیگر تو هیچ امکان پذیر نیست در کشورهایی مثل ما و همه جای جهان. ببینید مال ما که استبداد زده هستیم، در اینجا آزادی جدا از نان معنا پیدا کنه و نان بدون آزادی بتونه بر سفره نیروی کار زحمت بیاد. شما برای اینکه تشکل مستقل داشته باشید باید با آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات برسید، یعنی باید رژیم رو مجبور به عقب نشینی کنید. حتی لازم بشه برای کار باید رژیم رو براندازید. اونگاه است که شما میتونید اون وقت برابری دستمزد آن که کار میکند ارباب است به قول ماکسیم گورکی برسید. بنابراین آزادی و نان گره خورده به هم دیگرن. نبرد برای این قضیه وظیفه چپ است. یک بخش بزرگی از چپ ها هنوز هم فراموشش کردن. الان این بخش چپ ها افتادن به جان همون هایی که زیر پای به اصطلاح امام ضد امپریالیست آزادی رو سرقه بیدن. الان افتادن به دفاع آزادی، میگن وقت نان الان نیست. اول فرصت تشکل یابی کارگران رو بدید، بعد مسئله نان رو ترک کنید. یعنی سوشیالیسم رو فعلا روی تاخچه بذارید و هر روز هم بهش اتوکلاب بذارید که سالم و تازه بمانه. فعلا دنبال آزادی بریم. به همین دلیل اونا یک جنبش چند دو سه طبقه رو به مردمان ما تعریف میکنن که عملا با آزادی هم نخواهند رسید. هیچ نیروگی نمیتواند. ما جمهوری اسلامی رو چی میخوام بندازیم؟ جمهوری اسلامی رو میخوام بندازیم که فرصت های برابر برای همه شهروندان بود. چطور میشه؟ جز با کسب قدرت سیاسی توسط نیروی کار زحمت ناممکنه. بنابراین مگر میشود کسب قدرت توسط نیروی کار زحمت به تنها آزادی رو ما بایستی اون چپی رو بازسازی کنیم که اینجوری عرض بکنم، من اینا یادداشت رو دارم میخوانم، عمیقا دموکراتیک، ضد سرمایه‌داری، فمینیست، طرفدار محیط زیست و طرفدار آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی باشه. اینها به هم گره خوردند. هر کدام از این پایه‌ها رو شما از این ویژگی چپ و مضمون انقلاب ما حذف کنید، این انقلاب نازا سر آدم بود، یعنی کجکوله با عمل خواهد آمد، یک جاش خواهد نگید. بنابراین این چپ خودش رو اون چپی که با این چپهای رفرمیست فاصله داره بایستی خودش در این حوزه آرایش بده. آیا ما در چنین وضعی قرار داریم؟ با تأسف بسیار بد از بکنم نه. این چپ رادیکال انقلابی که بر این مبانی خودش رو تعریف میکنه به شدت پراکنده است. گفتمانش رو در ضعیفت اگر نگم وجود نداره، ضعیفترین گفتمان در میان کار زحمته، در میان طبقه کارگره. بنابراین این شما سوالی دارید؟ من خواستم که این، چون این چی که شما میگید درست، این چپ رادیکاله که فعال انقلاب و کارگران زحمت کشان میدانم و برای رهایی و سوسیالیسم موازم، اما خود این چپ طیف مختلفی داره. من خواستم بیشتر راجع به این طیف که این چرا این اینقدر متفرقه، این طیف رو نکات مهمش و اینکه چرا گرایشات مختلفی دارن هستن نمیتونن با هم بعد های این بعد صحبت دارم پیدا کنه، چرا نمیتونن با هم همکاری کنن در جنبش؟ یکی اینکه علت این پراکنده رو توضیح بدید که این چپ رادیکال به صدا یک توضیح کلی راجع به این فرهنگ. ببینید من اونو گذاشتم تکه آخر و شاید اون بخشا جنبندی حرف ما عرض کنم، به دلیل اینکه ما الان بحث من میخوام بگم هر کی گفته چپ چپ نیست. بین چپ رفرمیستی که خواهان اصلاحات در درون رژیمه، بین چپ رفرمیستی که خواهان براندازی این حکومت هست ولی یک حکومت دیگر در چارچوب همین نظام سرمایه‌داری رو منتها دموکراتیک‌تر،
بزک شده تر، آرایش یافته تر میخواد ببینه، میخواد بگم این چپم خاک در چشم مردمان میچاپه. چپی که بر تکیه داره بر اکثریت اهالی مردمان ایران، بر مطالبات عمیق جنبش های اجتماعی و جنبش طبقه کارگر، اون چپی است که انقلاب از پایین رو دنبال میکنه. انقلاب از پایین به معنای تلاش و مبارزه سازمان یافته برای خود سازمان یابی کار و زحمت، برای سازمان یابی طبقه خود یا سازمان یابی طبقه کارگر و متحدینش و کسب قدرت سیاسی بجنگه. این نکته و از اونجاست که میشونه ماشین نظامی سرمایه‌داری در هم بشکنه، از اونجاست که میشه به دنیایی بهتر که ممکن است نزدیک بشه، از اونجاست که میتونه چارچوبای مناسبات و از همه مهمتر اونجاست که برابری واقعی بین زن و مرد رو در همه عرصه‌ها میتونه تأمین کنه و در این فضاست. خب در اینجا نظرات مختلفی وجود داره. این پرسش کلیدی که شما کردید دقیقاً اینجاست. راه حل رسیدن به این قضیه بین احزاب و سازمان‌ها و نهادها و حتی افراد مستقل صاحب نظر چپ در اینجا راه‌های متفاوت وجود داره. شما نگاه کنید در مورد سازمان یابی طبقه کار ایران دو تا نظر تقریبا آنتاگونیستیک وجود داره. یک گرایشی حتی ما تو همین برنامه تلویزیون برای یک دو سه تا جلسه پشت سر هم در مورد این بحث که میخوام بگم بحث کردیم، در مورد مثلا فرض رو که لغو کار مزدی ها هر نوع تشکل مطالباتی رو نفی میکنه. بنابراین خب این همونا چه فنا بنا چه فنا، مگر میشه جو طبقه کارگر جز در مستر مبارزه روزانه اش قادر نخواهد شد به دشمن اصلیش نگاه واقعی طبقه، یعنی آگاهی طبقاتی به مثابه یک طبقه از طریق کتاب سخنرانی حسن احسان حسین احسان به دست میاد، بلکه در مبارزه روزانه نبرد کار علیه سرمایه، مبارزه دستمزد بگیر علیه دستمزد غارت کن هستش که این موقعیت نقش خود شما رو یک طبقه در میابه و میدونه که کجای قضیه باید بجنگه تا خودشو تامین کنه. بنابراین خواهم بگم که در این تیک بندی هست و علاوه بر این با درد بسیار پنهان نمی کنم، همه گفتن و میگیم فرقه گرایی سکتاریزم خود رو مرکز عالم دونستن و تندر ندادن به همکاری های سطح بالا در سطح مشترکات برای که بیترسن که هر کسی سهم اون یکی رو بخوره و موقعیت خودش رو به یک حزب تضعیف کنه، اون چیز وحشتناکی است که فرصت نمیده این اراده بزرگ به یک گفتمان بزرگ به یک من 10 بار این حرف زدم خسته هم نمیشم از تکرارشم، بازم تکرار میکنم، شما یک رادیوی 1 ساعته دارید، 10 ها حزب و سازمان دیگر هم رادیوهای 1 ساعته دارن، ولی 15 تا حزب و سازمان که رادیوهای 1 ساعته دارن، اگه اینا رو با هم بذاریم میشه 15 ساعت. چرا اینا نمیتونن بشن یک رادیو تلویزیون؟ چرا یک صدا نمیتونن بشن؟ هر نیرو باید حرفش بزنه، نه اینکه خود سانسوری بشه. مشترکات رو جمعی بگن، اختلافات رو سوا سوا بگن. آیا این بودجه‌ای که در این خرج میشه برای این کار نمیتونه با یک رادیو؟ میتونه. از اینا مهمتر، چپ الان یه جوری تجزیه شده، اینم اجازه بدید به شما بگم و با تأسف میخوام بگم، چپ خارج از کشور و چپ داخل از کشور. چپ خارج کشور کمتر وظیفه مداخله مستقیم و فعالیت مستقیم در داخل بُعدی خودش میبینه، چپ خارج از اون کشور کمتر معطوف به داخله. رفیق میشن عزیز، من تردید ندارم که شما با من هم عقیده هستید، تا زمانی که کمونیستایی که ناخواسته در تبعید به سر میبرند نتونن معطوف به داخل فعالیتاشون رو بکنند، نتونن ارگانیزه بشن با جنبش داخل، هر کدام یه گوشه پرت شده و فرارفته خواهیم شد. یعنی ما 2 تا معضل داریم، تو هر کدام از این معضل هم توش معضلات پیچیده تر وجود داره. اون معضل اساسی این است که چپه که اکثر احزاب و سازمان ها اینجا هستن و بیشترین نیروشون به دلایل مختلف لاغل نیروی علنی و فعالشون در پیروزخواشه پرتاب شدن
اونا کشتار کردن، سرکوب کردن، قتل عام کردن و یک بخشی رو نابود کردن، یک بخشی رو به تبعید ناخواسته مجبور کردن. بنابراین این چپ پیوند ارگانیک با داخل نداره. منظورم این است که مثلا بیا پرچم بلند کنیم به نام چیز به خودم دارم میگم سازمان راهکار کرد بریم تو میدان چیز درست کنیم، منظور من نیست. ولی میشه به اشکال مختلف پیچیده از بولشویک ها یاد بگیریم، حتی از منشویک ها یاد بگیریم. شما از جویه تا 1917 این نوسانات و زیز حرکاتی که میکردن، این تماس های ارتباطات، هیچگاه اون صحنه زیبای نشست کمیته مرکزی رو در 10 اکتبر که لنین مخدوم میامید من فراموش نمی کنم که خوندم، تون استرویش نوشته که چگونه اونها در اون شرایط تلفیق کار مخفی با علنی یک شعار نیست. برای تلفیق کاری باید آزاد کنی نیروی مخفی را، نیروی مخفی باید آزاد کنی، نیروهای مخفی علنی رو که حلقه اتصال باشن باید بسازی، پرداخت کنی. بدون یک همچه سازماندهی همین کار را روح الله خمینی در قبل از 22 بهمن کرده بوده است. یعنی ما تا این کار را نکنیم قادر نیستیم یک پیوند ارگانیک داشته باشیم. دو، حالا که اینجا هستیم، اونم که قادر نیستیم، رسانه مشترکی میتونیم بزنیم، میتونیم یک گفتمان رو از چون الان دنیای ارتباطات 1917 که نیست که، روسیه که نیست که، ما در آغاز قرن 21 هستیم، ارتباطات بی‌نهایت، غیر قابل کنترل، غیر قابل مهاره. بنابراین در این ارتباطات لزوم نیست آدم فیزیکی این کار بکنه، لزومن وقتی من حرف را میزنم به معنای مکانیکی کردن این قضیه نیست. صد جور را پیش در پیچ کماندر خم در دستور کار میتونه قرار بگیره، اما همه اینا به کنار، ما میتونیم یه رسانه بزنیم این اپوزیسیون. چون این بینندگان عزیزم، من نظرم به همین روشنی و صراحت خدمت شما عرض بکنم، وقتی که میگم چپ ضعیفترین گفتمان رو داره بین گفتمانهای لیبرالی اسلامی و سلطنت طلبان و اصلاح طلبان، درود بر شما، در این حال میخوام بگم اما چپ بزرگترین پایه اجتماعی رو تو ایران داره. هیچ نیرویی به اندازه چپ در پایش، چرا؟ برای اینکه بزرگترین نیروی ایران طبقه کارگر و زحمت کشان و جنبش های اجتماعی هست. اینا همه پایه، اینا همه پیونده های ارگانیک با چپ هست، چون چپ هست که این پرچم رو به دوش داره. دفاع از آزادی بی قید و شرط رو چپ ها باید با قاطعیت به دوش بگیرن و دارن، بخش بزرگشون دارن. بنابراین همچنین که من یک بار تاکید کردم، چپ ضد سرمایه‌گری نیست فقط که به شکل داشتش رو کش سابق پیش بیاد، این ما چپ فمینیست، چپ طرفدار محیط زیست، ملیت‌ها، چپ مدافع حق تعیین سرنوشت، چپ مدافع برابری بنیادین بین زن و مرد، چپی که برای در واقع آزادی های بی قید و شرط سیاسی می جنگه و بدون پیوند ارگانیکون به من میدونه که راه با عافیت نخواهد برد. خب این چپ بزرگترین پای اشتباهی داره، اما نتونسته، نتوانسته است با این پایه ارتباطی مادی مستقیم، بگذارید به اون اصطلاح لنین بکنم، تشکیلاتی بگیره، نتوانسته از خودش رو در یک ارتباط مادی مستقیم به تشکیلاتی قرار ده. البته این به جمله بگفتی هنرش نیست بگو، باید فراموش نکنیم که ما الان 23-24 جریانه که به هم دیگر نزدیک شدیم، یک دو سال داریم کار میکنیم، ولی بازدهش چیز کوچکیست، بازدهش ناامید کننده است، نه برای من که خودم جز فعالین اون تو هستم، بازدهش برای جنبش انقلاب امیدی رو برافروخته بود، ولی این حرکت لاک پشتی این 24-5 جریان اون تبلور لازم رو که تبدیل بشه به یک گفتمان جدی و مداخله‌گر و فعال در درون ایران، در درون نیروی کار زحمت نداره. بخشی هم از احزاب سازمانی هستن که کم و بیشتر همین چارچوب میزنن سازشون، اما نمیخوان بیان این تو، یکی از دلایل سکتاریسمشونه، اونا میخوان نمیخوان بیان در درون این 24-5 جریان تا از اتوریته بلا منازع حزبی خودشون کاسته نشه، ولی اشتباه میکنند. هیچ نیرویی امروزه در ایران، هیچ چپ کمونیستی
و هیچ نیرویی در ایران امروزه قادر نخواهد بود تحت هیچ شرایطی منفردن، یعنی یک حزب تنهایی یا دو حزب حرکت کنه. اون خیال بی ربط پانرویا که همه جمع بشیم همین الان یه حزب درست کنیم با یک حزب بزرگ میشه، اون فقط یه چیزه، چون همه واقعیت ها نشون میده که چنین بستری اصلا فراهم نیست، نه در گرایش پررنگ جنبش طبقه کارگر این فراهمه، نه در آرایش رنگارنگ طیف چپ کمونیست این فراهمه. بنابراین زدن به یک ساز کوک نشده به یک کجراهه هیچ نتیجه‌ای جز گمراهی نداره. امروزه ما باید بپذیریم احزاب سازمان ها با حفظ هویت خودشون در چارچوب برنامه های خودشون بر مشترکات خودشون تقدیم کنند، اما تبدیل بشه مشترکاتشون تأکید بکنند، این مشترکات تبدیل نشه به یک چیز لوکس روی کاغذ یا هر از گاهی اطلاعیه دادن. کاری که الان ما 25 جریان های ما داریم میکنیم، هر 3-4 ماه یه بار 2 هفته بحث میکنیم، یک مرتبه با 20 امضا میدیم. بخیر، ما باید با هم اقدامات مشترک در حوزه های متنوع بکنیم. وجه کوچک و سادهش اکسیونیست در خارج از کشوره، این نباید فقط خلاصه بشه با اکسیونیست. بردن آگاهی به میان نیروی کار زحمت با مداخله فعال و خلاقانه و معطوف به داخل ناممکنه. بنابراین این اراده چپ ها و کمونیست ها اگر زمینی باید خودشون رو با اون مزامینی که عرض کردم آرایش بدن، خودشون رو هم باید برای اقدام هم سازمان بدن. خب رفیق حسن، این الان شرایط ایران ویژه است، شما اهم وظایف این نیروهای چپ رو چی میدونی؟ من تو صحبتات اینجا برمیدونم که اونا که در خارج کشور هستن باید سعی کنن خودشون سازمان بدن حول یک رسانه‌ای که بتونه مخاطبینش در چپ‌های ایران باشن، پیوند اورگانیک داشته باشه، اینا. خب شما دیگه چه به اصطلاح در حوزه سیاست چه چیزایی دیگه پیشنهاد؟ اولا میخوام رفیق بشه عرض بکنم که انقلاب رو در داخل هر کشور می‌کنه. از اینجا که فرمایش نمی‌کنه. من گفتم این ایران. نه یک. بنابراین این آن چیزی که باید تعیین کننده است و بایستی حرف اول رو بزنه. جنبش داخلی. اون در طبقه کارگر در درجه اول. یعنی طبقه کارگر باید بره به قسمت به قیمت هزینه دادن خودش را مستقل بکنه و خودش را ارکستر کنه. این جنبش های کارگری رو بلکه الان گام های تلاعیش هست. دارن هماهنگی های می کنن. دقیقا. یعنی این امید بزرگ همه ماست. و بعد جنبش های ایران اینا باید با همدیگه ارتباط پیدا کنن. ارگانیک بشن. از این فراتر کمونیست‌ها و چپ‌ها باید با این مجموعه وارد دیالوگ باشه. شما تو بخش اولتون قول دادید که تو این بخش راجبش این مقدار صحبت ما بسیار وقت جنبش‌های ملی و گفتی جادیر چپ‌های جنبش‌های ملی در بخش بحث چون الان به این مسئله ما حدوداً 4-5 دقیقه وقت داریم. در یک کلمه بگم مثلا میخوام بگم احزابی هستن که از چیز ملی بیرون آمدند. ولی تونستن جنبش ملی بیرون آمدن، ولی تونستن سرتاسری بشن. اینها کمونیستند، اینها خواهان در هم شکستن نظام سرمایه‌داری ایران و کسب قدرت سیاسی توسط کارگران، اینها مدافع پیوند ارگانیک کارگران سراسر ایرانند. بنابراین اینها صفشون رو باید که البته کردن، اما باید چند رنگ بیشتر بنا به ملاحظات سیاسی صفشون رو با ناسیونالیست های ملی نباید کم رنگ کنند. من در کلی ترین کلام و پوشیده ترین کلام میگم به محصی که بکنن خودشون رو از خصلت سراسری بودن حذف میکنن، به دلیل اینکه ناخواسته طبقه کارگر تک تک میکنن. طبقه کارگر تک تک این نیست، طبقه کارگر کرد، بلوچ، تهرانی است، ایرانی است، گیلک، مسلمان، عرب، باهائی است، کمونیست. طبقه کارگر همه اینا است. طبقه کارگر همه این طبقه کارگر استثمار میشن، همه این طبقه کارگر ارزش اضافی تولید میکنن، همه این طبقه کارگر باید با هم متحد بشه و فقط اون وقتی که این رژیم سرنگون میشه و یک جهانی دیگر چشم اندازش باز میشه. به این دلیل چپ ها و هر چپ های ملی، چپ هایی که از جنبش ملی در آمدند و با چپ هایی که از اولش اصلا خودشون رو سرتاسری میتونستن
با حق پذیرش حق تحریزش ملل ساکن ایران و هر جای دیگر جهان این چبا باید خودشون ارگانیزه بکنند. فرقه گرایی و مداخله کردن خودنمایانه این حزب یا اون سازمان در یک همکاری بزرگ فقط میتونه به اون همکاری ضربه بزنه. اینجا نقطه تاریخی داریم که ما همه مسئولیت در قبالش داریم. خطاکاری ما غیر قابل بخشودنه. مرتب که این نمیتونه طبقه کارگر کمونیست رو ببخشه که هی ما بشیم آویزان بشیم به سرکوب این رژیم سرکوب اون رژیم. خود ما در یک لحظه تاریخی هستیم که بدون ارگانیزه کردن ما، بدون تقویت و گفتمان ما و بدون آرایش مجدد خود ما، بدون مبارزه با نگاه نوع روسی ما از حزب، بدون فاصله گیری از درک لیبرالی نه حزب، قادر نخواهیم شد یک حرکت بزرگ سراسری همانگو برای همشکستن قدرت دولتی و کسب قدرت سیاسی. اینو نکته ایست که مهمه. اگر طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی در جنگه، غیر ممکنه بتونه با مبارزه علیه سرمایه‌داری در کلیاتش که چیزی پیش نمیره که درست باید بشه، ولی تهش اونجاییست که این مبارزه باید به ثمر برسه. کجا به ثمر میرسه؟ ما مخالف بودیم و هستیم که یک حزب یا چند حزب به جای طبقه کارگر برام قدرت سیاسی بگیرم. نه، وظیفه ما مبارزه و تلاش برای خود سازمان یابی نیروی کار زحمت و به ویژه طبقه کارگر باید باشه. از این زاویه ما هم باید خودمون رو آرایش بدیم، هم خودمون رو اصلاح کنیم، هم از سکتریز فرقگرایی و مرکز عالم دیگه خودمون فاصله بگیریم و هم امکانات ما رو هم دیگه بزنیم. امکانات ما الان رو هم دیگه نیست در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ دلیلی برای بقا نداره. همه عناصر و تحلیل‌ها سقوطش رو اجتناب ناپذیر میکنه. اپوزیسیون اون هیچ فرصتی رو برای خود سازمان یابی خود سازمان نداره. ضعیف‌ترین حلقه اش هم ما چپا هستیم که بیش از همه پراکنده تریم، برای اینکه اونها لااقل توانستن با البته با همکاری عظیم مدیاهای جهانی امپریالیستی گفتمانشون میان مردم ببرن، ولی ما هنوز قادر نشدیم این وظیفه بزرگ رو پیش ببریم. بنابراین آنچه که به ما کمونیستا چپها چه منفرد چه سازمان چه حزب چه متشکل چه غیر متشکل برمیگرده، یک، هماهنگی با همه، دو، ریختن امکانات هم دیگر روی هم دیگر برای تقویت اون گفتمان بزرگ به میان نیروی کار زحمت، سه، با حفظ استقلال تکیه بر مشترکات ماست. اینها که شد تازه گام نخست بزرگ در وظیفه است. معطوف شدن به داخل، همه اشکال سازماندهی که این واژه معطوف به داخل رو تعبیر می کند و انقلاب از پایین دقیقا به معنای این اینجا معنا داره که ما بایستی تمام گفتمانهایی رو که تحول در بالا را تبلیغ می کنند با اونا مبارزه نظری کنیم. نقطه های توطئه‌گرانه ضد کارگری اونا رو افشا کنیم با رفرمیستا در اشکال مختلف، چه با پرچم سرخ چه با پرچم سفید مرزبندی کنیم. ما باید با طیف سلطنت، طیف مجاهد، طیف ملی ما، آخه مگه میشه روشن فکر دینی هم روشن فکر میشه گفت؟ روشن فکر کسی که به فردا چشم داره. ما باید این مفاهیم رو باز کنیم. با مرزبندی با این هاست که ما میتونیم یک گفتمان بزرگ واقعی رو سازمان بدیم و چشمانداز یک انقلاب از پایین رو بسترهاش فراهم بشه. انقلاب از بالا در ایران پاسخ به هیچ کدام از مطالبات مردم ایران نمیده. انقلاب از بالا نیست، یعنی سازش از بالا، کودتا و سرکوب و فلانه. انقلاب یعنی دگرگونی از بالا از پایین، و اون هم رادیکالیزمش اینجاست، یعنی ریشه‌ای برانداختن نشیم. جمهوری اسلامی برای یک کسی دیگه بیاد همین نظام داشته باشه، نیروی کار زحمت چی به شما میمازه؟ باید این مجموعه، این جرثومه فساد تاریخ بشریت رو با هم از بین برد و هم باید ببریم. پیروز و موفق باشید. متشکرم. با تشکر از شما رفیق حسن احسان، با تشکر از بینندگان عزیز تلویزیون برابری، به آخر بخش دوم هم رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار دهد.
به پایان برنامه امروز تلویزیون برابری میرسیم. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بذارید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و تندرست باشید.